از کنیزو تا سرخپوست تنها، قصه ها و روایت هایی که زنان قهرمان آن هستند. مهمان گفتگوی ویژه من منیرو روانی پور است، نویسنده‌ای که باور دارد و همیشه میگوید راه های نرفته برو، جاهای ندیده ببین، کارهای نکرده بکن و حرف های نگفته بزن. روانی پور، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم ازتون که پذیرفتین این گفتگو رو انجام بدین. من خیلی دلم میخواد که قبل از هر چیزی این گفتگو رو با مجموعه سرخپوست تنها شروع بکنیم که میشه بگی در واقع جدیدترین مجموعه هستش که به چاپ رسیده. و اگه یه قسمت از این قصه مورد علاقه شون، البته که همش خب خیلی حتما که مورد علاقه است، ولی برامون بخونین. خیلی ممنون است. خوش آمدگوی شما. من این چند خط از داستان این حلزون است یا اژدها رو براتون میخونم. خرفتی بیماری مزخرفی است. کم کم به سراغ آدم میآید و توی تمام سلولهای تن خانه میکند. نمیتوانی بگویی از کی شروع شد، از کجا. از وقتی شروع کردیم به فروختن بزهای مادر بزرگ، از روزی که مادر روی تپه پر از آشغال جلوی خانه ایستاد و دستش را به طرف شهرک تکان داد و داد زد توی دو قدمی ما مردم زندگی می کنند و ما اینجا میان تپاله ها بو می گیریم. شاید با همین داد و بیداد ها بود که به شهرک آمدیم. آدم خرفت هیچ وقت نمیتواند از چیزی مطمئن باشد. خواهر کوچیکه میداند که ما خرفت شده ایم. میگوید همتون. مادر حرفی نمیزند، فقط تقلا میکند تا بیاد بیاورد که پیش از آمدن منجو یا عنکبوت باستانی فکر و ذکر من چه بود و چه جور زندگی میکردیم. مادر بزرگ این خیالش نیست. خواهر کوچیکه اعتقاد دارد که عنکبوت باستانی ذهن مادر بزرگ را تسخیر کرده و دیگر جایی برای هیچ خیالی نگذاشته. حتی خیال مرغ و خروس‌ها و گوسفندانی که داشت، به قول مادر بزرگ بسته زبان‌ها را فروختیم و حتی خانه و زمینمان را دادیم به یک آدم عجیب و غریب که انگار از چیزی فرار کرده بود. آدمی که اینقدر خسته بود که حرفم نمی زد، فقط بلد بود امضا کند و پول بدهد. خب ببین، اینا یک کلمات کلیدی داره دیگه. آدم اینجا یه چیزی که بر من جالبه خرفتیه. شما وقتی که ارتباطی با جهان بیرون نداشته باشی، وقتی که یادگیری و آموزش رو بذاری کنار، وقتی که خیس بخوری تو باورهای خودت، مادر بزرگ خواهر کوچیکه میگه که دیگه خیالم نمیتونیم بکنیم. ببین، انسان با تخیلش زنده است. انسان با فکر کردن و تخیلش به اینجا رسیده. خرفتی تو غار موندنه. خرفتی تقلا نکردن برای رهایی و نجات خودته. این تقلا برای رهایی و نجات خودت، منظورم آب با آسیاب گروه های سیاسی و نمیدونم آدمایی که میخوان تو رو ببلعن، تو رو شهید کنن، تو رو بکشن و جسد تو پرچم پیرن عثمان کنن و بعد بیان به قدرت بسن و همون بلایی رو سرت بیارن که تا حالا دیگران کردن، منظورم اونا نیست. هوشیاری یعنی فهمیدن حق و حقوق خودت، یعنی داشتن استاندارد. به تو قبیله آدم ها خرفت میشن. یه قانونی هست، قانون قبیله تو رو خرفت میکنه. یه قانونی هست. وقتی تو ندونی در قرن 21 هستی،
و تابع قوانین قبیله‌ای باشی در خرفتی خودت میمونی. در همین قصه، یعنی در همین بخش کوتاهی که الان شما خوندین، مخاطب رو مواجه کردین با سه نسل: مادر بزرگ، مادر و نسل جوان امروز، و به نوعی انگار که یک پیشگویی در این قصه اتفاق افتاده، با توجه به اینکه خب تاریخ قصه مربوط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی هست، ولی ما در این قصه میبینیم که اشاره میشه به اینکه نسل جوان، یعنی نسل زد امروز، تنها کسیه که این خرفت شدن رو میبینه، اینکه در به دنبال راه چاره‌ای میگرده برای از بین بردن این عنکبوت باستانی. این پیشگویی از کجا اومده؟ اولین داستانهایی که من نوشتم، تمام این داستانها رو نگاه کنی و بخونی متوجه میشی که یک نفر نگران آینده این جامعه است، آینده زن است. تو وقتی تو جامعه باشی، وقتی ارتباط داشته باشی، وقتی خودت درگیر باشی، فکر میکنی. خواهر کوچیکه نیکا شاکرمیه، ساریناست، مهساست، اینا خواهر کوچیکه هستم. نخیر، من میدونستم که یه چیزی، یه شعله تو دل این بچه ها روشنه، یه شمعی روشنه که فعلا کسی نمیبینه، یعنی فعلا شعله ور نشده، یه قطره نوری تو دل اینا خب؟ و اینا این شعله کشیدین، قطره نور، این روشنایی شعله کشید و ما دیدیم. خاموش هم نشده. من بهت بگم همه ما مسئولیت داریم، مسئول، و نتیجه اعمال، افکار، تقلاها، ندانستنها، کمدانیها، کمدانشی، جستجو نکردن، احساساتی بودن ما، این چیزیه که میبینیم. بله. خب پس بنابراین اگر اینجوری ببینیم که منجور رو در واقع همون شر و تباهی ببینیم که کوچیک بود ولی بعد بزرگ تبدیل شد به این نقش جامعه، یعنی شهروندان در بزرگ شدن این شر و تباهی رو اجازه میدن، جا خالی میکنن براش. شما لازم نیست اصلا راجب منجو بگی. آقا جان، همسایت بیا در خونه در رو واس کنی، هی بیا داخل، هی به حریم تجاوز کنه، هی هر میدونی، هی تو رو برونه به گوشه دار و ندار تو بگیره، هی هر چی داری غارتت کن، تا هی بگی حالا این آدم میشه دیگه، این درست میشه دیگه، این هی بخوای دلیل روانشناسی براش بیاری و هی دلیل پیدا کنی که چیزی نمیدونه، من خیلی چیز میدونم، یا حالا درست میشه، انشالله گربه است، یا منتظر امداد غیبی یا امام زمان یا اینا بشی. اینا هیچ کدوم هیچ کاری نمیکنن. هر وقت به تو آسیبی رسید باید طغیان کنی همون ثانیه اول. اصلا نباید صبر کنی. انسان یه ویژگی داره که وقتی شروع کرد به تجاوز کردن ول نمیکنه. میشه این الزون باستانی. همه قابلیت دارن، فقط ربطی به ایکس و ایگره کنید. همه قابلیت هیتلر شدن دارن، همه میتونن تبدیل به چیز بشن، اون خلخالی که بود آدم میکش بعد زیر همه چی میزد. خب بعد مثلا میگم این تو اعدام، تو نمیدونم اینجوری اعدامی هاش، اینجوری همه قابلیت این رو دارن که واقعیت، حقیقت رو ماستمالی کنن. شما به عنوان آدم هوشیار وقتی میبینی یه چیزی خرابه باید بگی، همون موقع باید بگی انشالله درست میشه. هیچ وقت درست نمیشه، هیچ وقت. من تو تظاهرات دانشجوهای آمریکایی، من به شما بگم هر دانشجوی حق اعتراض داره. اصلا این دانشجو پرچم آزادی و آزادگیه، خب نباید محدودش کنی. ولی وقتی میبینی تو اون جمع آزادی و آزادگی پرچم جمهوری اسلامیه یا پرچم نازی ها هست یا پرچم کوکلاس کلان ها هست، حتما باید داد بزنی. چون درسته که دانشجو نماینده آزادی و آزادگیه، ولی از احساسات اینا و میل به تغییر این بچه ها در طول تاریخ ما حداقل کلی استفاده کردن.
از هستی ساقطشون کردن. همون اول انقلاب مثلا من این نمازای جمعه و جماعت، من به این که آدم ها مذهب داشته باشن، هر کسی یه مذهبی داره دیگه، یه باوری داره، به این حرمت میذارم. یکی داره یکی نداره، یکی مذهبش نداشتن مذهبه. ولی این که شما عبادت رو از مسجد بیارید تو خیابون، این برای من یه نشونه هولناکیه، به من یه تاریخ دیگه میگه، یه داستان دیگه میگه که بر من گذشته. اگه اینو نگم و سکوت کنم، یعنی دارم این بچه هارم گول میزنم که دارن بر علیه یک ظلم دیگه طغیان میکنن. مثلا خب به هر حال در زمان قبل از انقلاب هم برگردیم به این حرف شما، خب بسیاری نویسنده ها زندانی شدن، کشته شدن، بسیاری از روشنفکران. حالا به هر حال بعد، ولی خب این مبارزه با ظلم اومد تبدیل شد به جمهوری اسلامی، یعنی همون نداشتن آگاهی احتمالا. یک بچه‌مون دلشون تغییر میخواسته، این حقشون بوده، اونقدر امکاناتشون در این چارچوب بوده، اینو میدونستن اینو نمیدونستن، دنبال تغییر میگه. نه کسی اعلام کرده ما میخواییم سنگسار کنیم، نه کسی گفته ما میخواییم تو زندان ها به زنها تجاوز کنیم، نه کسی گفته میخواییم اعدام کنیم. گفتم بله آزادی اینا. خب این بچه ها اومدن جلو و به محض پیروزی یکی یکی سرشون برباد رفت. بعد همین بچه ها خبرسونا رو آباد کردن، بهشون میگم 57 نمیدونم چی و فلان از یرفا. بعد شما میخواییم من به این گروهی که اینجوری تاریخ ها میخونه و اینجوری داره تحلیل میکنه اعتقاد داشته باشدم؟ فکر نمیکنم، فقط یه ذره فکر کردم. در قصه نیلوفر مرداب، مرد قصه که در واقع یک شخصی هستش که حالا پوز روشنفکری داره، یک فعال سیاسیه، ولی در خانه ما میبینیم که جور دیگه ایه. یعنی رفتارش با زن قصه خیلی فرق میکنه نسبت به اون چیزی که در اجتماع هست، همون ژستی که شما ازش حرف میزنین، و انگار که یک نقدی هم داره میشه به نیروهای اپوزیسیون مخالف که دارن حالا به نوعی فعالیت میکنن. این رو چی میگین بهمون؟ نمیتونه جمهوری اسلامی اینجوری موفق بشه اگر که تو ماها ریشه نداشت. با کلت نمیشه اینجا یکی بذاری بگی باور کن که اگه یه تار مود پیدا باشه میری تو جهنم. تو یه چیزی باید تو دل این آقایون و خانوما بوده باشه، همه ما. من همه دارن به من میگن وای تو چرا هرچی میگی مراعات نمیکنی، ولی من 50% چیزا رو نمیگم. من بعضی وقتا مش خودم رو میگیرم، چقدر مراعات حیثیت و آبرو و نمیدونم این چیزا رو میکنم، وحشتناکه. خب این آقایون حامل یه ویروس هستن، یا خانوما. خب اینا ویروس، اینا میکروب، اینا حامل طاعون، سفلی، سوزاک هستن. آها، برای که بدونیم چقدر وحشتناکه. اینا با خودشون دانه های اون فرهنگ عقب مونده، بخش عقب مونده و اون باورهای عقب مونده رو جا به جا میکنن، همه جا پخش میکنن. و جست گرفتن، رو استیج بودن، اینکه برای همه چی نمایش اجرا کردن. خب شما اگر که، حالا این خیلی بحثش طولانی میشه، ولی وقتی یک شاعری رو استیج میره برای شاعری، میره رو صحنه شاعری رو نمایش میده، یا انقلابیگری رو نمایش میده، یا مردانگی و شرافت و اینا رو نمایش میده، باید به شک کنی. اگر من جای این کسانی بودم که از 57 حرف می زدن، به جایی که این بچه ها، جوان ها و گروه های سیاسی رو زیر سوال ببرم، دنبال این می رفتم. برای چی ما نمایش می دیم؟ برای چی ما نمایش قدرت می دیم در صورتی که قدرتی نداریم؟ نمایش نجابت می دیم در صورتی که آدم رو نانجیبی هستیم؟ نمایش عدالت رو نمی دانم در صورتی که از خودمون جبارتر کسی نیست؟ نمایش
سلامتی میدیم در صورتی که داریم میمیریم. برای چی اینجوری هستیم؟ خب برای که همین ویژگی ها بعدا دوباره به بال گردنمون میشه، یه جای دیگه شده. از کنیزو تا به سرخپوست تنها همیشه زن نقش مهمی داشت، یعنی قهرمان های قصه ها همش این زن ها هستن که راوی چیزهای مختلفی هستن، گاهی مورد شکنجه قرار گرفتن توسط شریک زندگیشون، گاهی خودشون رو شکنجه میدن، گاهی قربانی خشونت های جامعه هستن. این زن یعنی در واقع پرداختن به زن برای چی هستش اینقدر در قصه های شما دیده میشه؟ من نسبت به ظلم حساسم. خب نه اینکه مثلا آقایون در ایران اصلا بهشون ظلم نمیشه، نصف اعدامیا مردن، جوونن، جوانای چیزن، ولی زنان دوبار اعدام میشن، زنان دوبار تنبیه میشن، دوبار دادگاهی میشن، همه چیشون دو برابره، همه سنگسار شدنشون، کشته شدنشون، شکنجه شدنشون، همه اینا دو برابره، هم از جانب حکومت، هم از جانب سنت، هم از جانب فرهنگ، هم از جانب این باید عوض بشه. یعنی این زنها که هر کدوم قهرمان هر دفعه در قصه ها هستن، با روایت هر کدوم از اینها در واقع تلاشی هست قصه هر زن برای پیدا کردن درگیری ها و گره ها و چراها تا برسی به این از کنیزو تا نیلوفر مرداب تا زن عراقی، که زن عراقی چه چیزایی میزنه. ببینید کنیزو یک تن فروشه، اصلا کلک نمیزنه، مثل عیسی مسیح بیگناست، تنها کاری که میکنه بدنش رو میده، بلد نیست کلک. زن عراقی کلک میزنه، جیب همه رو میزنه. این انسان معاصر ما، شوخی نکنیم. میدونی مریم مجدلیه، مریم عیسی مسیح نیست. خب این چیزیه که قرن 21 زن جنگنده که با تمام توانش می جنگه و صاف می کنه جاده رو میره، این خیالش هم نیست. این واقعیت زمانه ماست و من دنبال اینم که ما اون چی که سرمون میاد با داد و قال و فریاد و جیغای گوشخراش به گوش تمام دنیا برسونیم، نه که فقط تو خودمون نجور کنیم. ببینیم زن نجیبه، فرمانبر پارسا، دهنشو میبنده، حرف نمیزنه، خفه خون میگیره. و حتی مرد نجیبه پارسا، این نجابت نیست، این تو سری خوردن و بدبخ شدن. و خب این قصه که اشاره کردین راجع به نیکا هستش که حالا بعد از زن زندگی آزادی نوشته شده، خب حتما که یعنی در کتاب نیست ولی گفتین که جایی منتشر شده و خب من که قصه رو نخوندم ولی میدونم که این داستان بعد از همه این اتفاق‌ها رو داره روایت میکنه. اگه یکم راجع به این قصه بیشتر برامون بگین. یک کسی هست که مادرش آرژانتینیه و میره دنبال داستان عموش که آمریکایی بوده و با یک دختری داخل ایران چت میکرده و بعد یه مدتی دختر قیمش میزنه و ماجرا اینجوری شروع میشه. این میرسه به نیزارهای ماشر. خب داستان اصلا رالیستی نیست، بخش اعظمش اصلا فضای خیلی گاهی گاتی گاهی سورئال داره. خب من فکر نمیکنم دیگه کسی این داستان رو بخونه. نیزارهای ماشر تو این داستان میمونه، البته سه قسمت. یه قسمتش میره ماشر به عنوان توریست رفته گستاف و یه قسمتش میره شیراز، یه قسمت هم میره لرستان دنبال نیکا میگرده. ولی اینا اشتباهی تو یه زمان دیگه میافتن، یعنی تو وارد زمان حافظ میشن و از طریق حافظ ما وارد گروه های ملامتیان و خب خراباتی ها و رندا میشیم و رندا رو میشناسیم. این رندا وصل میشن به نیکا شاکرمی، مهسا و بچه ها که من همون دو سال پیش توی سخنرانی تو دانشگاه نیویورک درباره این که این بچه ها رندای حافظن عرض زدم.
همین برگشت به گذشته و دیدن گذشته که از کجا به کجا اومدی، این امیدو به من میده که آینده خیلی بهتر و زیباتر و درخشانتر خواهد بود و خواهد بود. متوجه میشید؟ یعنی این نسل بیدارتری هست که در تلاش هست که در واقع احتمالاً این گذار رو به پایان برسونه، یعنی به اون خانه درست، به اون جای درست احتمالاً. این نسل رو نتونستن به کلی در قبیله نگه دارن، یعنی نتونستن حصار بکشن، نتونستن اینا رو نتونستن تو حرم سرا بذارن. قرار بود که با یه شعار دیگه اومدن، آزادی و نمیدونم عدالت و فلان اومدن، ولی قصد ذهنیشون این بود همه رو ببرن تو حرم سرا و ناموفقند. ما از حرم سرا اومدیم بیرون، فقط نمیدونیم چه کار باید بکنیم. توی مرحله ای هستیم حالا که باید تصمیم بگیریم که این راه‌های متفاوتی که پیش رومونه کدومش باعث آزادگی ما میشه، باعث راهی ما میشه. خیلی کارا میشه بکنیم. نگاه کردن، همین نوشتن این خاطرات، همین نوشتن داستان گستاف مدن و نیزارهای ماشر که این درباره نیکاست، همین داشتن گروه 5 نفره 3 نفره مطالعاتی، نه برای جست، نه برای رو استیج، هر کدوم از اینا مثل یه شمع میمونه که روشنه. هر گروه ادبی مثل یک فانوس میمونه. خب من به این چیزا با 1000 تا فانوس تاریکی عقب میشینه. مهمترین چیزی که جلوی تاریکی وای میسه همین نوشتناست، همین برافروختن شمعای کوچیک و نمیدونم فانوسای کوچولو کوچولوئه. محفل‌های ادبی درست حسابی نجستی، نه برای گروه گرایی، نه برای که من این گروه رو بسازم اونو بزنم. میدونی که یکی دیگه از ویژگی ما اینه، شما گروه میسازی نه که خودت کار خودت رو بکنی، یه گروه میسازی یکی دیگر رو بزنی. این اولش نه تنها ما باید با خودمون مبارزه کنیم، بلکه با دولت، حکومت و سیستمایی که به هر حال قهار هستن مبارزه کنیم، بلکه با این تمایلات وحشتناکی که تو تک تک ما هست، این عادتهای وحشتناک قومی که تو تک تک ما هست باید مبارزه کنیم. من گروه کلیه رو که من بیشتر از 30 ساله تشکیل دادم، تو هر دوره بچه ها رو آزاد میذاشتم برن کار خودشون رو بکنن و دارن میکنن خوشبختانه. و در آخر اگر که یک حرفی، یک جمله‌ای بگین به همون نسل جوانی که تو این قصه ازش حرف زد، این که شجاعه، که میخواد تغییر ایجاد کنه، که اون عنکبوت باستانی رو در به دنبال راهی هست که از بین ببره، اگه حرفی به اون نسل دارین. من فکر میکنم که یک کمی باید بیشتر این بچه ها به حفظ جون خودشون فکر کنن. من دلم برای این میسوزه. بسیاری از این جوان ها تحت تاثیر این جریانات قرار میگیرن، ببینن 24 ساعت همه چی درست میشه، جونشون رو میدن، با جون این بچه ها هیچی درست نمیشه. والا گاهی وقتا من فکر میکنم شاید این اصلا یه تلهیه که هر از گاهی یه چیز رو باز میکنن، اونایی که رسیدن مثل خوشهای گندو خودشون رو نشون بدن، اینا سرشون رو قطع کنن، اینا تا سال دیگه درو کنن. زنده موندن، کار کردن، یادگیری و زندگی کردن و زندگی کردن، این فرق میکنه. این انقلاب، این آینده‌ای که ما دنبالش هستیم، اون چیزی نیست که تو 57 با کفن اومدن تو خیابونا و قاصده که داستانش یا نشانش ما نشونش رو ندیدیم. انقلابی که مردمش با کفن بیان تو خیابون، آخرش به قبرستون قد میشه. اینا با رقص اومدن، با آواز اومدن، با این چیزا اومدن. بنابراین درود بر همشون، حفظ جونشون خیلی مهمه. خیلی ممنونم.